ساعت گالو بر شما مبارک باد. شما برای احداث یا خرید ساختمان نیاز به وام دارید؟ صندوق پسنداز مسکن بانک رحمی ایران با سهل‌ترین شرایط برای تکمیل، احداث و خرید مسکن به شما وام می‌دهد. بانک رحمی ایران خوشبخت است که تنها در 8 ماهی اول سال 1353 پرداخت نموده است. بلند شو، برای شام چیزی نداریم، میخوام بریم بیرون خرید. پس برنامه کودک چی؟ بلند شو، تا قبل از که شروع بشه برمیگردی. علیکم آقا، خیلی خوش آمدین، مشرف فرمودین، تعجب یاد ما کردین. آقا بفرمایید، زن اون دختر رو پیدا کن، برای مژده گر جان فشانم رواست. بفرمایید، خواهش میکنم. آقا خیلی مشرف کردین، برادر گلمون سه ستاره، دخترم بیا، کاریت دارم ستاره، بیا. تلویزیون نیست. وای خدای من، تلویزیون، تلویزیونم، اما آجا تلویزیونم. چی شده؟ تلویزیون، تلویزیونم نیست. تلویزیونت نیست؟
بعد از اونی که رفتم بیرون سر جاش بود، اما همین که برگشتم تو مطمئنی سر جاش بود؟ مطمئنم، موقع جارو کردن اتاق پاکش کردم. موقع رفتن از خونه، توی خونه یا بیرون غریبه مریبه ندیدی؟ نه، ستاره بود اون دوتا مرد کور، اما اون تازه وارده. خب؟ ندیدمش، نمیدونم تو اتاقش بودی یا نه. من الان میرم کلانتری شکایت میکنم. واسه سر جا زن؟ بابا جان بذار شوهرت بیاد، من خودم پیداش میکنم. از اینجا که بیرون نرفته. برم کن پیره من برم کنار میکنم. چشم بیرم کنار، اما تو یه دقیقه صبر کن. چه صبر کنی؟ الان دو ساعت نشستم، من که من لوله خور خورم که دخترت ازم فرار میکنه. اون بچه است، نادونه. شما دیگه چرا؟ شما تشریف داشته باشید، من پیداش میکنم. بابا شما دیگه چرا؟ ما که این اخوار رو نداریم. من قول میدم که این بچه است، نادونه، نمیفهمه. من پیداش میکنم، شما اصلا نگران نباشید. من اصلا شما تو چه کاره بودی زن؟ یعنی برای خریدم بیرون نرم؟ ببین تو رو خدا، بفرما، از صبح تا شب جون میکنم نمیتونم خرجمون رو درارم. حالا تو بگو چجوری جاشو پر کنم؟ خیلی خوب، حالا لازم نکرده عصبانی بشی، خودم هر جوری شده پیداش میکنم. شما؟ از کجا؟ شاید یکی از بیرون اومده باشه. کسی عقلشو نخوردی که برای دزدی به این گداخونه بیاد. ببینم، موقعی که برگشتی خونه چیزی به ابریخه نبود؟ نه، به چیزی دست زده نشده بود، همه چی سر جاش بود. کار آشناس، کار کسیه که خوب میدونسته تو این اتاق جز تلویزیون چیزی به درد بخوری نیست. درسته، ویلا برای پیدا کردنش همه چیزو به هم میریخت. یعنی کار کیه؟ تازه وارده با اون کچوال شیکش همرم گول میزنه. اول باید مطمئن شد، بعد حکم صادر کرد. من که چشم آب نمیخوره بتونیم پیداش کنیم. دیدی چی کار کردی؟ 100 دفعه بهت گفتم بذار بفروشمش، گفتم تو این خراب شده جایی نگه داشتن یه همچی چیزایی نیست، نذاشتی. دل لعنتی، آخه من چه گناهی کردم؟ به خدا اگه خودمو بکشم بهتره. حالا چجوری پیداش کنیم؟ تو این خراب شده 7 خونوار زندگی میکنن، به کدومشون شک کنیم؟ ببینم، برادرت بر نگشته؟ از صبح که رفته بر نگشته. خدا لعنتش کنه که باید قصه اونم بخورم. من اونو پیدا میکنم، به شرطی که شما عصبانی نشی. تمام همسایه ها باید بدونن، اول از همه از برادر تو استنتاق میکنن. مسخره است، اون که اصلا اینجا نبوده. کسی چه میدونه؟ نه، من اگه خیر تلویزیونم بگذارم اجازه نمیدم به برادرم شک کنین. این کار مصلحتیه، ضمناً همسایه ها حساب کار خودشونو میکنن، ما هم خودمون مطمئن میشیم که اون بین ساعت 3 تا 4 برگشته خونه یا نه. همه ی همسایه ها منصور رو میشناسن،
من اونو مثل برادر خودم بزرگش کردم. همه میدونن اون تو این وانفسا تنها به دنبال کار کردن و تحصیله. اون طفلی همیشه سعی میکنه موقعی که من سر کارمو به خونه برنگشتم تو خونه نیا تا ذره احساس ناراحتی نکنه. خدا میدونه الان بی خودی داره تو خیابونا پرسه میزنه تا مطمئن بشه که من اومدم بعد به خونه بیاد. مثل یکی رفت بیرون، شاید دارن تلویزیونو. معذرت میخوام، اشتباه گرفتم. اینجا دیوونه خونه است، دیوونه خونه. آخه تو پس کی میای؟ مگه نمیدونی من کجا گیر کردم؟ من که دارم اینجا میمیرم. چیزی به در بخوره برادر بدبخت منو دزدیدن، اون وقت به جایی که بری تو این اتاقه و تلویزیون رو بکشی بیرون میخوای از من استنتاق کنی؟ بفرما، من هستم. بریم بابا، ولش کن. با شما هستم. خوب گوش کنید، دیروز بین ساعت 3 تا 4 بعد از ظهر تنها تلویزیون این خونه که خودتون خوب میدونید تو کدوم اتاق بوده دزدیده شده. من تصمیم گرفتم به هر ترتیبی که شده اونو پیدا کنم، اما بهتر کار به اونجا نکشه و هر کس اونو برداشته بدون اینکه کسی چیزی بفهمه بیاره بذاره سر جاش. اینم بدونیم
از حالا به بعد چشمم به اون در دوخته شده که کسی چیزی بیرون نبره. برای اینکه حساب کار دست همتون بیاد و فردا گره‌گذاری نباشه، تصمیم گرفتم اول از همه از منصور خان استنتاق کنم. ضمناً یادتون باشه من اگر دزد پیدا کنم بدون هیچ رو درواسی اسم اون رو به همه میگم. باشه، نرو جلو. فردا اول برج. دوست ندارم از این به بعد حتی یک روزم اجاره ها عقب بیفته. منصور خان با من بیان تو اتاق. من میدونم، دیشب به برادرت گفتم، با این کار میخواستم همسایه ها حسابکار دستشون بیاد که ما به همهشون مشکوک هستیم. خدا کنه وضعی پیش نیاد که ناچار شیم تمام اتاقا رو بگردیم. شاید تلویزیون رو برده باشن بیرون. من خیال نمی کنم. خب حالا میخوان از کجا شروع کنیم؟ بیشتر از همه به کی شک داریم؟ راستش فعلا به هیچ کس، چون تا حالا یه همچی چیزی تو این خونه سابقه نداشته. من که میگم اول از همه باید از کسی شروع کنیم که وضعش از همه بدتره. شلوار کردی آقا، شلوار کردی خوب بدن، شلوار کردی، شلوار کردی خوب بدن آقا، شلوار کردی بدم آقا، شلوار کردی آقا، شلوار کردی بدم، شلوار کردی بدم آقا. شما حسابت پر شده با اولین شلوار که فروختم بهت میدم. ممکنه شلوارش من نفروشی. میفروشه میده دیگه، چه خبرتونه بابا؟ میده دیگه. شانس من بیچاره است، نمیدونم چی کنم. این از کجا میاره خرج چهار تا بچه قد و نیم قد میده؟ تازه زنش مریضه، خرج دوا و دکترم داره. از قدیم گفتن تا آدم احتیاج نداشته باشه دست به دزدی نمیزنه. چی دارین میگین؟ منصور خان، حاجم و آقا، شما که منو خوب میشناسین، از وضعمم کاملا باخبرید. آخه چطور دلتون اومد این اتهامو به هم بزنید؟ گوش کن اسماعیل، چرا ناراحت شدی بابا؟ ما که به تو راحت نگفتیم توی. من یه روز صبح نشنیدی؟ اول از همه از خود منصور خان استنتاق کردیم، این که تلویزیون مال خودشه. ببین بابا جان، خودت میدونی کار کیه. من چه بدونم؟ آخه ایمانمو به کی بدم که خدا رو خوش بیاد؟ قبول. ولی تو خودت بذار جای ما. ما باید بالاخره از تک تک همسایه‌ها سوال کنیم ببینیم تلویزیون رو کی برده. خب
حالا چرا اول از همه از من؟ اول که خود من شروع کرد آقا اسماعیل. درسته؟ ای بابا چه فرقی میکنه؟ خیال خود تو آخرین نفر. مثل اینکه به اینا شک کردن. از کجا؟ نمیدونم، حتما یه چیزایی بو بردن دیگه، ولی اول از همه که نمیرفتن سراغ اینا. یعنی ممکنه کار اینا باشه؟ خب اینا والا چی بگم؟ موقعی که اسماعیل خوابید شما چی کار میکردی؟ من دنبال... سب کن سن بلند شو خواهرتو ببر تو حیات بازی کنی. بلند شو یالا ببینم. چشم. بی زحمت یه بار دیگه بگید چی گفتید؟ گفتم وقتی اسماعیل خوابید شما چی کار میکردی؟ رفتین بیرون یا اینکه؟ نه بیرون کارم چیه؟ من توی حیات بودم که دیدم زهرا خانم دارم میرم بیرون. یعنی شما خودتون دیدین که زهرا رفت بیرون؟ آره، دست بچهشو گرفت و رفت. یعنی درست؟ ساعت 3 بعد از ظهر. بعدش چیکار کردی؟ تو حیات موندین یا برگشتین تو اتاق؟ من دنبال گلاره بودم، اون خواهرشو برده بود توی کوچه بازی کنه. من که هیچ وقت ندیدم گلاره توی کوچه بازی کنه. درسته، این دختر اصلا اهل کوچه نیست، همیشه توی حیات بازی میکنه، اما دیروز دیگه رفته بود. ببینم چه مدت توی کوچه بود؟ تقریبا یه 10 دقیقه شد. وقتی برگشتی اسماعیل خواب بود یا اینکه؟ یعنی شما با این سوالاتتون میخواییم بگین ما اون تلویزیون رو دزدیدیم؟ گلاره ها بیا اینجا. من؟ آره تو بیا اینجا. بیا اینجا گلاره. عمو حاج آقا و منصور خان به بابا چی میگن؟ حرف میزنن. میدونم، اما به هم چی میگن؟ عمو حاج آقا به بابا میگه تو دیروز کجا بودی؟ یعنی میگه تلویزیون بابا؟ نه بابا، تو چقدر ساده ای دختر. سکو گلاره جان، ببین تو میدونی تلویزیون اینا رو کی برداشته؟ نه، اما بابای من میخواد یکی برامون بخره. چی بخره؟ تلویزیون؟ آره، یکی از اون خوباش. بابا میگه یه روزی میام قبل از اینکه وارد اتاق بشم میگم همگی چشماتونو ببندیم، ما هم چشمامونو میبندیم طوری که اصلا چیزی رو نبینیم. بعد از یکی 2 دقیقه بابا میگه آزاد، ما هم چشمامونو باز میکنیم، یه دفعه میبینیم یه تلویزیون خیلی قشنگ رو تاخچه است، تازه بابام برامون شیرینی هم خریده، ما هم خوشحال شیرینی رو میخوریم و تلویزیون رو روشن میکنیم و میبینیم برنامه کودک. حالا بابات کی میخواد تلویزیون رو بخره؟ اگه بگم به کسی نمیگی؟ نه، مطمئن باش. فکر میکنم خریده. خریده؟ تو از کجا میدونی؟ آخه بابام یه وسته بزرگ تو دستمال پیچیده بود، برده سیر زمین تا ما نبینیمش. نه، راست میگی؟ خیلی خوب، بیا بریم زیر زمین بهمون نشون بده ببینم. نه، اون وقت بابام دعوام میکنه. نه ترس، به بابات نمیگیم. اصلا بهش دست نمیزنی، فقط نگاه میکنی. خیلی خوب، ولی دست نزنی. باش، بهت قول میدیم. قفله. چی شد؟ حرفی زد؟ نه، میگن کار ما نیست. کار اونا نیست؟ من که فکر میکنم راست میگن. چی راست میگن؟ من که اینطور فکر نمیکنم باشه. ستاره بیجی ببینم. ستاره
الان گلره برشون چی تعریف میکرد؟ راستشو بگو. گلره بیجو ببینم، بیجو چه خودت عقب میکشی؟ راستشو بگو، چی راستشو تعریف میکردی؟ آهاش چی کارش داری؟ بیجون ببینم کارش داری؟ کارش ندارم، فقط میخوام بگه کی تلویزیون رو دزدیده. من نمیدونم. چه خبر شده؟ با این دختر چی کار داری؟ یعنی تو نمیدونی؟ ستاره تو بگو. من الان همه حرفای شما رو به اون شنیدم. راستشو بگو، گلاره چی میگفت؟ چرا حرف نمیزنی؟ بگو چی میگفت؟ الان به همون گفت دیده پدرش چیزی رو که تو دستمال پیچیده شده بوده میبرده زیر زمین. اسمایی دختره چی گفته؟ تو چی گفتی دختره یه زبون دراز؟ بلش کن من بلش کن ببینم چی گفتی؟ بلش کن بلش کن بذار ببینم چی گفتی؟ بلش کن اسمایی. آخه مگه ما به تو چه کار کردیم؟ چرا دست از سر ما بر نمیدارین؟ این حرفی بود که گلاره گفت، من که از خودم نگفتم. ماهروخ درسته یا نه؟ تو بهشون بگو. درسته، همین الان گفت. خب زهرا خانم هم شنید. اون طفلک چه میدونست اینجوری آبروریزی میشه؟ گفتم که کار من نیست. آخه به چه زبونی من بگم؟ یعنی قسمایی که خوردم براتون کافی نبود؟ آخه آقا اسماعیل، ما کدوم رو باور کنیم؟ قسمایی تو رو به حرفای دختر تو. مگه دختر من چی گفته؟ دختره یه زبون درست تو به اینا چی گفتی؟ من چیزی نگفتم. شنیدین چی گفت؟ اون میگه من چیزی نگفتم. اما ما به گوشه خودم شنیدم. داشت برای ماهرو ستاره میگفت گذاشته تو زیر زمین. نه من براتون قسم خوردم که کار من نبود. اسمایی اشکاری داره خودشون زیر زمینی نگاه کنه تا خیالشون راحت باشه. اما تنها به شرط اینکه یه نفر بره نگاه کنه، اونم شما. خیلی خوب، شما بری. کلیده بده من. تلویزیون نیست. چی هم آج آقا؟ دلت به حالش سوخت؟ تو که قول داده بودی بدون رو درواسی اسم دزد رو به همه بگی. گفتم اونجا نیست. اینهاش پیرمرد دروغگو. مرغ مرده. Thank you.
الان میخوری، قوت میگیری و حالت خوب میشه. زهر، من میگم مریضی تو از کم غذاییه. حالا میبینی؟ نه اسماعیل، نه، مریضی من مربوط به کم غذایی نمیشه. من به اندازه کافی غذا میخورم. کم از این حرفا بزن زهر. کدام غذا؟ تو تا اونجایی که بتونی و وسعت برسه میاری. دیگه کدوم کم غذایی؟ اسماعیل، این همون درد لا علاج مادر بیچارمه. کم از این حرفا بزن زن. گلاره بالا سرت نشسته، حالا فکر میکنه تو راست میگی. بلند شو، بلند شو، یکم از این آب مرغ بخور تا ببین چی میبینی. به به، چه بویی را افتاده. میترسم مدیون همسایه ها بمونیم. گلاره جان، کمک کن مادرت بلند شه. تو که آدم دزد و شارلاتانی نیست، چرا اینجوری آبروی ما رو برده؟ اگه پیدا نشه چرا درس بر نمیدونی زن؟ من دلم نمیخواد به خاطر یه تلویزیون بی‌ارزش با آبروی مردم بازی بشه. وقتی همه مطمئنن دزدی که از همین همسایه هاست، چیکار باید کرد؟ چاره چیه؟ دزد که نمیاد خودشو معرفی کنه. باید با پرسجو پیدا بشه. تازه یادت باشه اول از همه به منصور برادرت شک کردن. طفلی این بچه، همه دلخوشی و مشغولیتش همون تلویزیون بود. قصه نخور، بعضمون درست میشه. درست میشه؟ آخه کی؟ آخه چه جوری؟ چه وقت؟ امروز به هم نقش دادن. بهت نقش دادن؟ اصلا انتظارشو نداشتم. خدا دونه که فردا شام کجای فی دل تنگم میگم خونه باشی درد و بلای دجونه. بازم شب در این غار تنگ و تاریک گرفتار وروره جادو شدم. تو ای محبوب من، آها باز که خراب کردی. باشو بینی بابا. ببینی بچه ها، خوب گوش کنی، چند روز بیشتر نمونده برای اجرا. فردا باید همه تون دیالوگاتو نفس کنی. محمد. بله آقا. چایی واسه همون بیار. رو چشم آقا. خب حالا رسیدیم به صحنه ای که
همه دور هم نشستن و میخوان تصمیم مهم و نهایی رو بگیرن که کی ولور جادو رو بخندونه. اما رفیق گلک غایبه، دیگه نمیخواد بیاد. مهم نیست، بدون نقش رفیق گلک هم میتونیم بازی کنیم. بعد یکی رو پیدا میکنیم جای اون بازی کنه. اما اون خبر مهم حیاتی رو میده که ورورِ جادو توی اون غار هست یا نه. تا اون نباشه ما چطور میتونیم تحت تاثیر قرار بگیریم و تصمیم به اون مهمی رو عوض کنیم؟ چای تازه دمه، خستگیتون رو در میکنه. پیدا کردم بچه‌ها، پیدا کردم. چی رو؟ نقش رفیق قلک رو. کیه؟ الان مقابلتون واسطه. من آقا؟ اما بایستید نظر خودش چیه؟ بابا این که نمیشه، محمد بازیگر نیست. اگه خودش بخواد با تمرین یاد میگیره. من که چشم آب نمیخوره، محمد که بازیگر نیست. نظر خودت چیه محمد؟ یعنی راستاسی میخوای من بازی کنم؟ اگه از اختش بر بیایی با مدیر تا صحبت میکنم تا برای همیشه تو گروه بازی کنی. یعنی به حقوقت هم چیزی اضافه میشه؟ خب معلومه، من حالا دیگه یه بازیگرم، نه یه پادو و فرمانبر. اگه وضعمون به همین منوال پیش بره و من بتونم تو نمایش‌های بعدی رول بهتری رو بگیرم، زندگیمون از این رو به اون رو میشه. یعنی ممکنه ما از این گداخونه نجات پیدا کنیم؟ چرا ممکنی زرا؟ تو فقط دعا کن من به رول اول برسم. اون وقت تو بهترین نقطه شهر یا آپارتمان رو خوشگل میخرم. منصورم میذارم درسشو تموم کنه تا به یه جایی برسه و ازش خوب شه، زن بگیر و تشکیل خانواده بده. دیگه واقعا داره براش دیر میشه. نه مواجه ها، اینا به هیچ سراتی مستقیم نیستن، اصلا نمیخوام زیر بار برن. نشونتون میدم، هر کاری دلت میخواد بکن. طلایی که باکه چه منتش به خاکه. حالا میبینی. ببینی. بله. باید شکایت کنیم. اینا زیر باربارا نیستن، فهمیدین؟ تنها راه پیدا کردن تلویزیون شکایته. ولی عمو حاج آقا نمیذاره ما شکایت کنیم. خب اونم حق داره، تا به حال پای هیچ ماموری به اینجا نخورده. از این به بعدش هم نمیخواد به خاطر ما پای مامور به خونش باشه، واسهش اس بدنومی میشه. نه من خوب میدونم، با باز شدن پای پلیس به اینجا پای مامورای مالیاتی هم باز میشه. تازه اینا به ما چه مربوطه؟ ما تلویزیون رو میخوایم. اگه شما هم نخواین شکایت کنین من خودم شکایت میکنم. اوه، حالا مگه چی شده اینقدر ناراحتی؟ دختره ترشیده به من میگه من در راه خدا به شما صدقه میدم، اون وقت میام چشم به تلویزیون کوفتی شما داشته باشم. تازه داداش به من میگه کجا معلوم کار خودت نباشه. من که میگم کار خودشه، از حلقومش میکشم بیرون. زنی که تو بیمارستان رخشوره اون وقت میگه من پرستارم. خیال میکنن منم مثل اونام که بتونن به هم تهمت بزنن. دوست خودتونی، من یه پرستارم، زحمت میکشم تا احتیاج به کسی نداشته باشم. بس کن ماهرخ، شاید همسایه ها خواب باشن بیدارشون میکنی. بذار بیدار بشن تا بفهمن چی شده. به من میگه بین ساعت 3 تا 4 کجا بودی؟ من اگر تلویزیون بخوام اینقدر پول دارم که بتونم بخرم. حالا برو تو اتاقت بازی در نیار. مسئول باش، دهن به دهن نشو. داداش میبینی چی کار میکنه؟ من بازی در میارم یا تو پدرتونو در میارم؟ حالا هم بهم تهمت میزنی، هم متلک بارم میکنی. بهتون نشون میدم. خیال میکنی منم مثل خودتون بیکس و کارم؟
ده برو تو اتاق دهن منو وا نکن. تو اگه کسو کار داشتی اینجا چی کار میکردی؟ اوهای چه سرسر انداختی؟ ماهرخ ولم کن تا نشونش بدم من بی کسو کارم. بذار نامزدم برگرده، اون یه دکتره، یه جراح که همه بهش احترام میذارن، با یه چرخ ماشینش میتونه زندگی همه تونو بخره. بی سر و پا فکر میکنی من کی هستم؟ یه بدبختی مثل شما، یه کسی که همه فراموشش کردن، یه زنی که از بی کسی دست به هر کاری میزنه. تو خونه مردم لباس میشوره، بچه نگه میداره، کنه گوی اونا میشون، یا تو بیمارستان ته میکشه، لباس میشوره، لگن زیر مریضا میذاره. آر! من یه پرستارم، پرستاری که دکتر خواسته کارشه، فهمیدی؟ دکتر! آخه چیه ها؟ ببینم ایت. نه روبرایی که چه تو سر حال نیستی؟ برو تو ایتر غافل. چی بود؟ چی شد؟ روز اولی که اومد اینجا باورم نمیشد. فکرم از اون پولدارای گردن کلفته که مخصوصا پشت به خانوادهش کرده که دل فک و فامیلی چه بسوزن. حالا شما راست راستی بهش مشکوکین؟ والا اینجور که بوش میاد بعید نیست کار اون باشه. شما ندیدیش دیروز به چه فلاکتی افتاده بود؟ انگار صد سال گدایی میکنه.
عجیبه، آدم اصلا باورش نمیشه. که دیروز گرفتی فینیش. ببینم آقا مهندس، از تحقه چه خبر؟ از ریال بهت میدم. کی؟ الان یا یه وقت دیگه؟ نه الان ندارم، ولی یکی دو روز دیگه بهت میدم، قول میدم. چرا دیگه فکر میکنی؟ مگه همین دیروز همه بدهیامو بهت ندادم؟ آخه مهندس جون، دیروز یه چیزی داشتی فروختی دادی، اما فردا چی داری بفروشی؟ ها؟ هر طور باشه جور میکنم بهت میدم. خیلی خرابم، بگو بهت نمیدم تمام دیگه، چرا بهانه میتراشی؟ آخ، تو دل آدم رو میسوزونی مهندس. ببینم، حالا لازمه تو این کتو بپوشی؟ اینو؟ چطور مگه؟ سلام از من. سلام بابا. حالا دارم با این آقاه صحبت میکنم. کی؟ اما حاج آقا منصور دیگه، راجب اون تلویزیون کوفتی. دیدین چجوری برای شما آبرو ریزی کردن؟ ولی من خوب حقشونو گذاشتم کف دستشون. البته منظور از این صحبت‌ها این نیست که ما بگیم خدای نکرده کار شماست، اما خب میدونین بالاخره کاری یکی هست دیگه، با همین صحبت‌ها و جستجوها معلوم میشه. بله درسته، حقیقتش اینه که من نمیدونم چی بگم. البته من میدونستم تو اون اتاقی تلویزیون هست، دقیقا از روزی که پامو گذاشتم اینجا صداشو میشنیدم، ولی خب بعید نیست یه کسی از بیرون اومده باشه. غیر ممکنه که کسی از بیرون اومده باشه، چون هر کی بوده خب میدونسته که تو اون اتاق غیر از تلویزیون چیزی به درد بخوره دیگه این نیست آقا جون، برای همینم به چیزی دیگه دست زده نشده. ولی به طور مثال من نوعی چه میدونسته که تو اون اتاق چیز با ارزشتر دیگه ای نیست؟ به هر حال شما که از همون روزهای اول میدونستین که وضع حالی این اتاقا چقدر اسفناکه. چه میدونم تمام دارای این خانواده همین یه تلویزیون بوده. هر کس این کارو کرده خیلی آدم بی‌انصافی بوده. شما گفتین بین ساعت 3 تا 4 خونه نبودین. بله درسته. ممکنه بفرمایین کجا بودین؟ کجا بودم؟ بله کجا؟ چون اغلب شما یه وقتایی میایین و میرین که کسی متوجه نمیشه. یعنی الان واقعا هیچ کس نمیدونه که شما بین ساعت 3 تا 4 خونه بودید یا نه؟ در واقع
شما شاهد میخواین؟ خب چه اشکالی داره بگین کجا بودین و خودتون خلاص کنین؟ من جای مشخصی نبودم، یعنی درست نمیدونم کجا بودم. این که نمیشه، فکر کن حتما یادت میاد. آخه چه فایده ای داره؟ خب فایدهش اینه که وقتی از شما مطمئن شده میریم سراغ یکی دیگه. خدایا چی بگم؟ ببین، تنها دلخوشی زن داداشم و دخترش همون تلویزیون بوده. خدا به سر شاهده تالا چند بار داداشم میخواسته اون تلویزیون رو به خاطر بدهکاریش بفروشه، اما زنش نذاشته. حالا خدا رو خوش نمیاد به همین سادگی دزدیده بشه. درسته، خدا رو خوش نمیاد. اون تلویزیون اگه فروخته بشه کسی بابتش پولی نمیده. خودت میدونی مال دزدی رو مفت و مجانی میخرن. ازت خواهش میکنم بگو کجا گذاشتیش. هر چی بخوای بهت میدم. چی داری میگی مرد؟ خواهش میکنم مواظب حرف زدنت باش. ببین بگو کجا گذاشتیش. مطمئن باش کسی بویی نمیبره. قول میدم حتی حاجم آقا به کسی چی نگه. درست یا نه؟ البته که درسته. شطور دیدی ندیدی؟ مطمئن باش. یعنی شما راستی راستی فکر میکنین کار منه؟ امو حاجم آقا شما هم اینجوری فکر میکنید؟ اگه کار تو نیست بگو بین ساعت 3 تا 4 کجا بودی؟ همه اهالی این خونه میدونن که تو روزا تو خونه میمونی و شبا میری بیرون، درست مثل یه جغدشون. دلانتی بگو اون تلویزیون رو کجا گذاشتی؟ منظور بگو کجا گذاشتی؟ حاجم آقا حاضرم قسم بخورم کار خودشه، از اینا هرچی بگی برمیاد. زبا گو منظور یه همچی آدمای تلای سرش رو میپوچن برای عمل کثیفشون گوشواره از گوش دخترشون بیرون میکشن. اما آقا کجا میدونستی این دام اصلا اینجوری تلاش دادی این دام؟ ناکس بگو چی کارش کردی؟ ده بگو دیگه. گفتم که کار من نیست. چرا باور نمی کنی؟ شما احترام سرتون نمیشه، حرف حساب سرتون نمیشه، باید به سور بخورتون رو. ده بگو. میگم تمام اون بعد از ظهر نکبت رو کجا گذروندم. کجا میبری؟ بابا جان مگه زیرانداز نمیخواد؟ یه پتو دارم واسم کافی. اما جان اتاقه ازش گرفتی؟ خودش خواست، گفت یه جای ارزونتر بخواد. اون زیرزمین تقریبا مفته. میگم این ستارخونه وقت برامالایی سرش نیاره. نه بابا اون از همه بیازارتره. اختیار داریم. اون که دیوونه است. نه اون یادگار جنگ آذربایجانه، جنگ دولت با پیشوری ها. باهاش هم توی همون جنگ از دست داد. اینقدر قدرت و نفوذ داشت که دولت تأثیر چیز باشد. او یا بعد از اون بود همه تحقیر کرد. حتی بچه ها همه راسراسی میتونه کار اون پیره مرد و پیره زن باشه.
سرمون رفت با این رادیوت، یا خاموشش کن یا بذار ببینیم چی داره میگه. تو به رادیوی من چیکار داری زن؟ به جای اینکه به این بربری فکری بکن. چه فکری؟ اما حاج آقا با اون پسر یقتو بگیرن؟ یقه منو؟ خب آره دیگه، تلویزیون که پیدا نشده. خب نشده که نشده، به من چه؟ بگی نشنفتی امو حاج آقا چی گفت؟ از همه استنتاق میکنه. مگه مدعی العمومه؟ برای ما که هست. نه خیر، هیچ هم نیست. مگه خرجیمونو میده؟ نه اینکه اجاره رو ماه به ماه بهش میدیم، الان دو ماهی که عقب افتاده، تازه بازم نداری. تا یکی دو روز دیگه بهش میدم. پس کجا؟ صحبتتون به کجا رسید؟ میبینی که اون آره، اما این چیه؟ لباس عروسیه، تازه اجاره اتاقمون هم ازش گرفتم تا بعد. سلام حاج آقا. سلام دخترم، بابا خونه هست؟ بله تازه اومده. حاج آقا و اون پسر است. خدا به دادمون برسه. سلام علیکم. سلام علیکم امو حاج آقا. سلام علیکم. بفرمایید. ببخشید. خوش اومدین. ان شاء الله جا شما خوبه. خب بالاخره نوبت به ما رسید. اما جوون، باید بدونی که من جون اون جوون رو دارم، نه سر و زبون و حوصله ماهرخم. اختیار دارین، شما جای پدر ما هستین. بفرمایید. حالا چرا ایستادی؟ بفرمایید تو، بفرمایید بشینید. خواهش میکنم. میبخشید که مزاحمتون. خوش اومدید. بفرمایید. خانم تو رو خدا عجله کن، زنم داره میمیره. الان میام. بلندشو بریم، بیچاره زن اسماعیل خیلی مریضه، حالش خیلی بده. بلندشو بریم کمکش کنیم. بلندشو.
سلام اسماعیل آقا. سلام محمد آقا. حالا معصوم خانم چطوره؟ روز به روز بدتر میشه. ناامیدم محمد آقا. نمیدونم چیکار کنم. ناامید نباش اسماعیل آقا. خدا بزرگه. با اجازه. تو غربت مردم. محسوم این حرف رو نزن. گلاره بغل دستت نشسته. اسماعیل بچه بعد از من چه برای سرشون؟ گلاره جان، تا به حال تو زندگیت خوشی نکرد؟ تا به حال که مادر داشتی بعد از این میخوایی چه بکشی؟ خواهرتو چجوری میخوایی بزرگ کنی؟ اسماعیل بچه های من چقدر زدم گشتم، تو با اونا چه میکنی اسماعیل؟ یالا بریم زود. تو نمیفهمی تو باید از اینجا بری. بیا دختر سال هوا، بیا ببینم. اینم از دختر. ستاره جان چرا فرار میکنی؟ چرا ناراحتی عزیزم؟ روزای گرسنگی و بدبختی داره سر میرسه. تو باید بری خونه شوهر. مادر داری گریه میکنی عزیزم؟ اونم برای رفتن از اینجا؟
تو چه دلخوشی از این زندگی داری که نمیخوای دست از سرش بکشی؟ من میخوام بمیرم مادر، میخوام بمیرم. این چه حرفیه عریس باشه؟ این چه حرفیه که تو میزنی؟ تو الان باید لباس عروسی تو تنت کنی. بیا 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 نگاه کن، بیا لباس تو نگاه کن عزیزم. بیا نگاه کن، این همون لباسیه که آرزو داشتم به تنت بکنی. بریم عروس قشنگم، بریم عزیز دلم. تو باید لباس عروسی تو تنت بکنی. بریم عروس قشنگم، بریم. شما بگیرین، من دیگه فرصت کاغذ بازیشو ندارم. ببرینش تو ماشین، ببرینش تو ماشین. کجا رفتن؟ ما باید بریم. ما باید گواهی فوت بگیری بری قبرستون. تو برو قبرستون، من گواهی دفن میگیرم. بریم بابا. من جاری کجا میبری بذار چون من نگرشو میدارم. برو بابا. نه بابا، نه بابا، نه بابا. خدا خیرتون بده. برو. کارش داری؟ سرطان خان!
دو تا مرد که دخارم بشه بدن دو خرد کسی دیده کاش بیش برش کن شما دو تا مرد که حتی دو تا خب آسی تریان قسم آخه با جان بی انصاف بسته دیگه اشها ستر خان منصور خان ببخشید که من نتونستم کمکتون کنم. من به خودم امیدواری داده بودم حداقل شما که همیشه تو خونه نشستین یه چیزایی دیده باشین. نه منصور خان، من چه میدونم؟ اما حاجام همیشه خونه است. آخه اتاقی که قفل و کلید شده کسی بهش نگاه نمی‌کنه. بی زحمت برگرد بریم لاله‌زار. من شما نمی‌خواستیم بریم گورستان؟ نه برگرد بریم هر چی خواستی بهت میدم. وها Thank you.
هم پدرم هستی، هم برادرم. میدونم که همه عمرم سربار تو و زن و بچت بودم. میدونم که هیچ چیز رو ازم مزایقه نکردی، با سختی جون کندی تا من راحت درسم رو بخونم. اما حالا باید دوست و دروگو طرفی. آره؟ داداش، زن اسماعیل مرد، اینم جواز دفنش بگیر. زن اسماعیل مرد؟ آره، تو هم خوب میدونی چرا. نه چرا؟ اون مرد. درسته که مریض بود، اما نه مریض در حال مرگ. افترایی که ما به شوهری زدیم اونو کشت. افترایی که ما بهش زدیم اونو کشت. لعنت خدا به من، لعنت خدا به من. همش تقصیر تو بود، تقصیر تو. داداش چرا این کارو کردی؟ چرا این کارو کردی داداش؟ چرا این کارو؟ تو که میدیدی من مثل یه گرگ گرسنه افتادم به جونه یه مش آدم بدبخت. به همشون شک کردم، به همشون تهمت زدم. چرا جلومو نگرفتی؟ چرا جلومو نگرفتی؟ چرا گذاشتی اونجوری باهاشون رفتار کنم؟ چرا تو که خودت تلویزیون رو برداشتی چرا ما نگرفت؟ بس کنم، بس کنم. چون دیگه بسته میکنم. من چطوری تو چشم اون همسایه بدبخت نگاه کنم؟ چطوری تو چشم های معصوم اسماعیل بدبخت نگاه کنم؟ چطوری؟ چطوری تو همه بگو؟ بسته میکنم. گفتم بس کنم. بسته میکنم. کجا داری میری؟ باشو تو باید جواب من و اون آدمای بدبخت رو بدی. باید جواب ما رو بدی. ما رو دنبال کنه. جواب ما رو بدی. جواب ما رو دنبال کنه. چرا این کارو کردی داداش؟ چرا؟ تو که اون تلویزیون مال خودت بود. آخه چرا؟ اصلا فکرش رو نمیتونستم بکنم. نمیدونستم کار به اینجا هم میکشه. طاقتش رو نداشتم. نمیتونستم نگاه های نگران تو رو به ستاره، دختر بیچاره‌ای که تو معرض فروش قرار گرفته بود، ببینم. میخواستم برات برم خواستگاری. این پولو برای میرهوشنگ پدر ستاره لازم داشتم. باور کن چاره‌ای نداشتم. باور کن با تمام اینا میخواستم این پولو بدم به اسماعیل برای مداوای معصومه. بیچاره اسماعیل. داداش با من بیا، با باید حقیقتو به اسماعیل بگی.
جواز دفن. اسماعیل باید حقیقتی رو بهت بگم. حقیقت؟ اسماعیل اون تلویزیونو نه گوش کن اسماعیل، میخوام بهت بگم. نه منصور، نه هیچی نگو. اسماعیل منظورم اینه که میفهمم، گفتم که هیچی نگو، هیچی نگو. همه چیز رو میدونم، همه چیز رو میدونم. اصلا سر در نمیاره. اسماعیل تو کی هستی؟ آخه تو چی هستی؟ چطوری تو این همه مدت تحمل کردی اسماعیل؟ چرا چیزی نگفتی؟ چرا؟ آخه چرا؟ پس چرا حرفی نزدی؟ چرا به همه نگفتی کار من لعنتیه؟ چرا نگفتی؟ اسماعیل ای کاش میدونستی، ای کاش میدونستی که برادرم قصدش اون تلویزیون رو بفروشه تا تو خرج مداوای زنت بکنی. اسماعیل کاش میدونستی. نه محصول معصوم جان، میبینی؟ اسماعیل، اسماعیل گریه نکن، بلند شو، بلند شو داداش، همسایه‌ها دارن میان، نگاهشون کن، دارن میان.